نبود امنیت شغلی برای زنان کارگر چنان ابعادی پیدا کرده که حتی برای وابستگان حکومت هم قابل پرده پوشی نیست و مجبورن بهش اعتراف کنن. مثلا سهیلا جلودارزاده، مسئول شاخه به اصطلاح زنان خانه کارگر، میگه بیش از 2,500,000 زن به دنبال فراهم کردن ایجاد شرایط کار هستند و از اینکه نمیتونن کاری انجام بدن از فقر و بدبختی رنج میبرن. البته این اولین بار نیست مسئولانی از رژیم اذعان میکنن که هستن زنان زیادی که از فقر و بدبختی رنج میبرن و هیچ شغلی پیدا نمیکنن و نمیتونن کاری انجام بدن. همین خانم جلودارزاده در دوشنبه اول تیر ماه سال 94 در مصاحبه گفته بود که بر اساس آمارها تا چند سال قبل حدود 300,000 کارگر زن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی مشغول به کار بودند، اما تعدادشون کم شده و رسیده به 100,000 نفر. یعنی نه تنها برای زنان پایین جامعه کاری ایجاد نشده، بلکه تعداد کارگران زن با استخدام رسمی که زیر پوشش بیمه هستند هم کاهش پیدا کرده. در واقع زنان رو از بازار کار رسمی بیرون کردند و کارگران زن رو که از زیر پوشش تأمین اجتماعی بودند مجبور کردند از بیمه در بیان. در ایران زنان مجبورن به دلیل گرونی و فقر فزاینده به اشتغال با درآمد بسیار ناچیز رو بیارن و علاوه بر اون هر روز بر شرایط سخت و دشوار این قبیل کارها افزوده میشه. مثلا قوانینی مبنی بر استفاده از مرخصی زایمان با حقوق شیردهی و مهد کودک وجود داره، ولی آمارها نشون میده و مسئولین نظام اعتراف میکنن در سالهای اخیر خیلی از مهد کودکهای دولتی به بهانه صرفه‌جویی در مخارج دولتی تعطیل شدن و زنان کارگر با شرایط بد کاری حتی از امنیت شغلی حد و اقلی هم برخوردار نیستن. مثلا به اعتراف همین خانم جلودارزاده، اکثر زنان کارگر در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرارداد کار ندارن و اگه قرارداد در میون باشه یک یا تا 3 ماه هست. یا مثلا به گفته علی ربیعی وزیر کار، نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردانه و کار زنان به سمت فصلی شدن پیش میره. نبود فرصت‌های شغلی برای زنان باعث شده که زنان مجبور به پذیرش کار و شرایط سخت بشن. زنان مجبورن نظر کارفرما و شرایط نامساعد کاری رو بدون شرط بپذیرن و به هر شرایطی تن بدن تا بخوان کار و شغلشون رو حفظ کنن. با این حال نگه داشتن شغل در خیلی از موارد ممکن نیست و کارفرماها با زنان قراردادهای 1 تا 3 ماهه می‌بندن. نبودن فرصت‌های شغلی برای زنان باعث شده سطح دستمزد زنان به شدت پایین بیاد، طوری که باز همه خانم جلودارزاده اعتراف می‌کنه که در خیلی از موارد حتی تا 1/3 حداقل قانون کار هم به زنان پرداخت نمیشه. نابرابری بین زنان و مردان در بازار و کار و اشتغال امروز به یکی از چالش‌های مهم جنبش کارگری و جنبش زنان تبدیل شده. قوانین حکومت اسلامی همگی ضد زنه و زنان بسیاری امروز قربانی بیکاری و فقر میشن و با مشکلات متعددی دست به گریبان هستن. مسئولین رژیم چون مردان رو نونوور خونه به حساب میارن، تبعیض‌های چندلایه و آشکاری رو نسبت به زنان در بازار کار قائل میشن. مشاغل بهتر در اختیار مردان قرار میگیره و زنان ناگزیر به مشاغلی پست با دستمزد به شدت پایین رو میارن. طبق آمارهای منتشر شده حدود 70% شاغلین اقتصادی غیر رسمی رو زنان تشکیل میدن. این مشاغل معمولا ثبت شده نیستن، مزایای رسمی مثل بیمه و بازنشستگی ندارن و با دستمزدهای غیر استاندارد و تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی هستند. حاکمیت هیچ سیاستی برای پایان دادن به این وضعیت و بهبود وضعیت زنان در بازار کار رو نداره و بلکه برعکس همین نبود فرصت‌های شغلی رو فرصتی میدونه برای خونه نشین کردن بیشتر زنان و طرح‌های مبتنی بر همیاری در سطح مناطق کارگری به ابتکار توده زنان ممکنه بتونه در سطح خیلی محدود با
کنیه زنان زحمتکش جامعه رو تا حدودی تقویت کنه. شکلگیری تشکل‌های زنان کارگر در سطوح مختلف هم میتونه امکاناتی برای پیگیری امر اشتغال مناسب برای زنان فراهم کنه. تشکل مستقل و اتحاد از پایین به ابتکار زنان از اهرم‌های حیاتی مقابله با روند اخراج از بازار کار رسمی به حساب میاد.